اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای منانم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. من اشخاص زنده را کسانی می‌بینم که مبارزه می‌کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است. ویکتور هوگو. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، نرگس هستم و برنامه امروز رادیو ایراوا 26 آبان ماه 1392 برابر با 17 نوامبر 2013 رو آغاز می‌کنیم. در روز 25 آبان سال 1293 قهرمان انقلاب مشروطیت ایران ستارخان درگذشت. او که مقاومت حماسی را با گروهی اندک از یارانش از محله امیرخیز تبریز آغاز کرده بود، نقش در پیروزی انقلاب مشروطه داشت، اما با روی کار آمدن دولت سپهدار تنکابونی و با از راه رسیدن میوه چینان و دشمنان استقلال، ستارخان را به پارک اتابک در تهران تبعید کردند و قانون خلع سلاح مجاهدین را به اجرا گذاشتند. پس از حمله به محل استقرار سردار ملی و همراهانش در پارک اتابک، ستارخان مجروح گردید و 4 سال بعد در 25 آبان 1293 به درود حیات گفت. مردم تهران ستارخان را در شهر ری به خاک سپردند. لغتنامه دهخدا در مورد ستارخان می‌نویسد: ستارخان روی ایران را در اوایل قرن 14 هجری در تمام خارج سفید گردانید. ستارخان در مدت 11 ماه تمام در مقابل 40,000 قشون دولتی تولید حسن احترام و اعجاب و تحسینی برای او و برای عموم ایرانیان در تمام دنیا نموده که نظیرش را در تاریخ ایران در دو سه قرن اخیر سراغ نداریم. مجلس شورا در روز 30 آبان 1288 خورشیدی به پاس جانفشانی‌های ستارخان و باقرخان به احیای مشروطیت، به ستارخان لقب سردار ملی و به باقرخان سالار ملی داد. در 30 آبان 133 سال پیش از اسلام برابر با 21 نوامبر سال 488 میلادی، مزدک عقاید اقتصادی اجتماعی خود را که بر مبنای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بود اعلام داشت که مورد مخالفت آخوندها و روحانیون آن زمان قرار گرفت. مزدک پسر بامداد، یک روحانی زرتشتی از شهر استخر فارس در شیراز بود و گفت که عقاید او تفسیر درست آموزش‌های زرتشت است که هدفی جز نیکبختی بشر ندارد و زمان این نیکبختی تحقق خواهد یافت که برابری انسان‌ها تأمین شود. باید مالکیت‌ها عمومی باشد و هر کس در حد نیاز خود از محصول و تولیدات استفاده کند. آزادی موهبت بزرگی است، ولی بدون برابری اجتماعی اقتصادی آزادی احساس نخواهد شد. مزدک و طرفدارانش از طرف روحانیون و دربار انوشیروان مورد حمله قرار گرفتند و سربازان که مزدکیان را احاطه کرده بودن شمشیرکش هجوم برده و آنان را از دم تیغ گذرانیدند و گفته می شود تمام رؤسا و خود مزدک در این واقعه به قتل رسیدند. مهمان امروز رادیو ایراوا آقای پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک هستند و موضوع گفتگوی این هفته اعتصاب غذای هموطنانمون در 7 نقطه از جهان میباشه که پس از بخش خبر این گفتگو رو خواهید شنید. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. تحریم رژیم ایران به قوت خود باقی است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان تصریح کرد هرگز این تصور را ایجاد نمی‌کنیم که تحریم‌ها کاهش می‌یابد. وی که با نشریه الاتحاد چاپ امارات متحده عربی مصاحبه می‌کرد تاکید نمود غرب خود را ملزم به منع پیشرفت سلاح هسته‌ای رژیم ایران می‌داند. کامرون در مورد سوریه نیز گفت رژیم سوریه فاقد مشروعیت است و هیچ راه حل سیاسی با وجود بشار اسد متصور نیست.
از سوی دیگر کاخ سفید که از موضع بسیار پایین تلاش می‌کند با هر قیمت با رژیم کنار بیاید، روز 12 نوامبر به کنگره آمریکا هشدار داد که مخالفت با گزینه دیپلماسی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران و اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه تهران گزینه دیگری جز جنگ باقی نخواهد گذاشت. این در حالی است که برخی اعضای پرنفوذ کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه می‌گویند با گزینه دیپلماسی مخالفتی ندارند، اما به هیچ وجه موافق دادن امتیاز از سوی دولت اوباما به ایران نیستند، آن هم در حالی که این کشور همچنان برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را دنبال می‌کند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گروه از قانونگذاران آمریکایی معتقدند که هر گونه تصمیم برای کاهش تحریم‌ها باید پس از توقف کامل برنامه‌های هسته‌ای تهران اتخاذ شود. به گزارش تلویزیون CNN، سناتور جان مک‌کین خواهان تحریم‌های جدیدی علیه رژیم ایران شده است تا تضمینی باشد که این رژیم برنامه اتمی خود را از دور خارج نماید. وی گفت: من معتقدم که ما نیازمند تحریم‌های شدیدتری علیه رژیم ایران هستیم. صراحتاً من هرگز بیش از این نگران چارچوب‌های توافق در رابطه با برنامه اتمی رژیم ایران نبودم. پس از گذشت نزدیک به 80 روز اعتصاب غذا، وضعیت ساکنین لیبرتی بحرانی است. بنا به گزارشاتی که از کمپ لیبرتی مخابره می‌شوند، حال 11 تن از اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی وخیم گزارش شده است. این در حالی است که در 78مین روز اعتصاب غذا، جمعی دیگر از ساکنین این کمپ به اعتصاب غذا پیوستند. افرادی که به اعتصاب غذا پیوستند، اعلام نمودند که حضورشان در این اعتصاب به معنی تداوم این کارزار تا پیروزی است که بخشی از مقاومت برای رهایی وطن است. آنها گفتند: اگرچه یاران ما در این اعتصاب قضا دچار ضعف‌های خطرناک جسمانی شده و برخی از آنها در آستانه شهادت قرار دارند، اما ما مصممیم که این کارزار را همراه با آنها تا پیروزی ادامه دهیم. در هفته‌ای که گذشت، ایتالیا نیز به اعتصاب قضای جهانی برای آزادی 7 گروگان اشرف پیوست. همینک اعتصاب قضا در 7 نقطه از جهان، یعنی لیبرتی، اتاوا، ایتالیا، برلین، ژنو، لندن و ملبورن در جریان می‌باشد. در اتاوا امروز 75مین روز اعتصاب قضا در برابر سفارت آمریکا در این شهر می‌باشد. هرچند اعتصاب قضا کنندگان از مشکلات ناشی از این اعتصاب قضای طولانی و بی‌سابقه رنج می‌برند، اما روحیه‌ها بسیار بالاست و اعلام نمودند تا آزادی 7 گروگان اشرف در این کارزار جهانی با اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی همراه خواهند بود. بر اساس اطلاعیه‌های شورای ملی مقاومت در رابطه با نمایش جدید مالکی نخست وزیر عراق، شنبه 25 آبان نخست وزیری عراق و سفارت رژیم ایران در بغداد در یک نمایش تحت عنوان عراق جدید و جنایت‌های سازمان تروریستی خلق در سالن حکیم در قسمتی از دانشگاه بغداد که تلاش داشتند تا با رسوایی جهانی مالکی به خاطر جنایت علیه بشریت در اشرف که در جریان سفرش به آمریکا ابعاد بی‌نظیری به خود گرفت مقابله کنند، در پی اطلاعیه‌های روشنگرانه دانشجویان این دانشگاه و کانون نویسندگان عراق، جز مقامات حکومتی و ماموران رژیم ایران که برای گرفتن عکس و فیلم آمده بودند، کسی در آن شرکت نکرد. مقاومت ایران توجه دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را به فعالیت‌های مالکی برای فرار از تحقیقات و حسابرسی بین‌المللی و پوشاندن جنایت دهه شهریور در اشرف جلب نمود و خواستار اقدام فوری برای آزادی 7 گروگان اشرف و تامین امنیت ساکنین لیبرتی شد. به چند خبر اعتراضی از داخل ایران توجه کنید. دانشجویان دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب اطلاعیه‌ای را در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی کرد توسط رژیم توضیح و نصب نمودند. روز پنجشنبه 23 آبان ماه همزمان با عاشورا مراسم 4 سالگرد شهادت احسان فتاحیان بر مزار وی در باغ فردوس کرمانشاه با حضور خانواده و بستگان و جمعی از مردم کرمانشاه برگزار شد. رژیم روز چهارشنبه 20 آبان 88 زندانی سیاسی احسان فتاحیان 27 ساله را در زندان سنندج به دار آویخته بود. مادران شهدای قیام سال 88 روز عاشورا نیز در روز پنجشنبه 23 آبان 92 برای زیارت مزار آنان در بهشت زهرا تجمع کردند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم اجازه رفتن مادران بر سر مزار ندا آقا سلطان را ندادند که موجب اعتراض خواهر مصطفی کریم بیگی شد. وی ضمن اعتراض می گفت: شما برادرم را روز عاشورا کشتید. ماموران حکومتی مجبور به عقب نشینی شدند. اقشار مختلف مردم در شهرهای بانه، سنندج و سلماس روز پنجشنبه 23 آبان بر مزار شهدای اخیر شیرکو معارفی، حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی حاضر شده و با نثار دسته‌های گل یاد آنها را گرامی داشتند. جمعی از مادران جان باختگان کردستان روز پنجشنبه 23 آبان ماه نیز با حضور در منزل شهید شیرکو معارفی در بانه طی مراسمی یاد او را گرامی داشتند.
جمعی از جوانان جویای کار روز شنبه 25 آبان در مقابل اداره بیمه رژیم در کرمانشاه تجمع کرده و به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق ماهیانه و فساد اداری در این ارگان اعتراض کردند. کارگران اخراجی شرکت پونل در پارک دشت روز شنبه 25 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل دادگستری رژیم تجمع کردند. کارگران شهرداری خرمشهر نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل ساختمان شهرداری رژیم تجمع نمودند. همچنین کارگران بازنشسته کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض به وضعیت وخامتبار معیشتی در مقابل دادگستری رژیم تجمع کردند. این دسته از کارگران نزدیک به 7 سال است حقوق و مزایا دریافت نکردند. کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان در رشت روز شنبه 25 آبان برای 6 بار در مقابل دفتر این کارخانه تجمع و به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده خود اعتراض کردند. شماری از والدین دانش آموزان در بندر دیلم به اخاذی رژیم به بهانه تامین هزینه آب و برق مدرسه اعتراض نمودند. گردانندگان مدرسه تهدید کردند اگر دانش آموزان پول نپردازند امتحانات درسی از آنها گرفته نمی شود. جمعی از بیماران و شهروندان دسفولی در مقابل درمانگاه نبوی تجمع و به کمبود دارو و در خطر بودن جان بیماران اعتراض کردند. وضعیت جسمی زندانی سیاسی علی موعظی پدر 2 تن از مجاهدین در کمپ لیبرتی به وخامت گرایده است. وی که در زندان مرکزی کرج محبوس می باشد از مشکلات کلیه به شدت رنج می برد اما اجازه انتقال به بیمارستان و درمان وی داده نمی شود. زندانی سیاسی علی موعظی از زندانیان دهه 60 به اتهام هواداری از مجاهدین در پاییز 87 دستگیر و به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی پس از تحمل 2 سال حبس در زندان گوهردشت آزاد شد ولی در 22 خرداد سال 90 به دلیل شرکت در رسم بزرگداشت علی صارمی که توسط رژیم اعدام شده بود مجدداً بازداشت گردید. در خبر دیگر آقای ارجنگ داوودی که همینک در زندان بندرعباس در بند می باشد در نامه با عنوان روباه بنفش فریدون روحانی نوشته است: شیخ حسنک روحانی نما در کسوت رئیس جمهور امت فقیه مدام نق می زند و با اظهار عجز و ناله طوری وانمود می کند که انگار به تازگی از کره ماه بر ایران نازل آمده و با گستاخی هرچه تمامتر تقصیرات را به گردن دولت قبلی می اندازد. چون این آشفتگی تنها دستپخت تهوع آور خمینی، رفسنجانی و خامنه ای نیست بلکه خود او هم در تمام جنایات انجام شده شریک بوده است. لذا بهتر است شیخ حسن فریبکاری را کنار بگذارد و به صراحت بگوید آن کلیدی که ادعا می کرد در دست اوست درست مثل نام خودش نه تنها جعلی بوده بلکه مربوط به عهد مفرق است. ماموران نیروی انتظامی روز پنجشنبه 23 آبان در گلشهر چابهار یک جوان معترض را از پشت هدف گلوله قرار داده و به قتل رساندند. در خبری دیگر ماموران رژیم در چابهار ساعت 15 روز شنبه 25 آبان 2 شهروند را که نزدیک پمپ بنزین بودند به قتل رساندند. شرکت ملی گاز ایران ورشکسته شد. سایت تابناک متعلق به پاسدار محسن رضایی نوشت شرکت ملی گاز ایران با بیش از 10,000 میلیارد تومان بدهی به جمع شرکت‌های ورشکسته دولتی اضافه شد. حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت رژیم ورشکستگی مالی شرکت گاز را تایید کرده است. تلویزیون الغربیه گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران همراه با نیروهای ویژه مالکی موسوم به سوات در عظمیه بغداد به مردم یورش برده و شروع به دستگیری‌های گسترده کردند. آنها در منطقه المشاهد در شمال بغداد هم بگیر و ببند راه انداختند. این نیروها همچنین اموال گرانبهای مردم را غارت می‌کنند. نیروهای سوات و سپاه پاسداران به ابو غریب نیز یورش برده و صدها تن را دستگیر کردند. و آخرین رویداد، وزیر خارجه کانادا جان بیر در بیانیه رسمی از مقامات رژیم ایران خواسته است که عزم واقعی خود را برای انجام تغییرات معنادار در ایران نشان دهند. وی میگوید تغییر لحن دولت ایران به تنهایی فایده ای ندارد. وزیر امور خارجه کانادا با اشاره به اینکه ما از نعمت ساده لوح بودن بی بهره ایم افزود، ایستادن در مقابل دوربین و همچنین توییت کردن در مورد تغییرات بسیار ساده است. بخش مشکل تصمیم گیری های دشوار و انجام تغییرات معنی دار است. به گفته آقای برد قضاوت بر اساس عملکرد دولت روحانی صورت می گیرد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. ایمیل رادیو ایراوا @gmail.com و صفحه فیسبوک ایراوا پذیرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. جهت دسترسی به آرشیو ایراوا نیز لطفاً به وبسایت رادیو ایراوا.com مراجعه بفرمایید. میتوان از شور ایمان و فای تازه گفتن، میتوان در بحر عرفان گوهر مفهوم سفتن، در کتابی راز رو این تن شدن را باز کردن، رازهایی از حماسه در دل دیوان نهفتن. لیک این عرفان کجا
جا و یک قدم از خود گذشتن. یک شب از درد خلای در دل بستر نخفتن. ترانه رو که با هم شنیدیم پروانه نام داشت با صدای آقای فرشاد که از ساکنین کمپ لیبرتی هستند. اعتصاب غذای ایرانیان با پیوستن ایتالیا به این کارزار اینک در 7 نقطه از جهان به 82 روز خود نزدیک می شود. صدها تن از ساکنین کمپ لیبرتی برای آزادی 7 گروگان اشرفی که در جریان حمله نیروهای مالکی به کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013 یا 10 شهریور 92 به قتل رسیدند، توسط این نیروها به اسارت درآمدند. 6 تن از این افراد از زنان پیشتاز و مبارز ایران می باشند. روز شنبه 16 نوامبر شانس این رو داشتم تا در خدمت آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک در این باره با ایشان به گفتگو بنشینم که همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. آقای پرویز خزائی خدمتتون سلام عرض می کنم و از اینکه برای این گفتگو در این روزهای پر التهاب و نگران کننده واقعا وقت باز کردید بسیار ازتون متشکرم. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید. من خیلی واقعا خوشحالم که فرصتی پیش اومد خانم وفاداری که با هم بشیم و صحبتایی با هم با توجه به تحولات اخیر بکنیم. آقای خزائی، همونطور که میدونید الان نزدیک به 80 روز از حمله 10 شهریور یا همون اول سپتامبر نیروهای مالکی به کمپ اشرف میگذره. تو این مدت هموطنانمون دست به اعتصاب غذا زدن، صدها تن در لیبرتی و کشورهای مختلف که با پیوستن ایتالیا به این اعتصاب غذا جمعاً به 7 کشور تا حالا رسیده. البته این خب یک روی فعالیت در راستای آزادی 7 گروگان اشرف بوده. می‌خواستم ازتون خواهش کنم از پروسه دیپلماتیک مقاومت ایران در این زمینه برامون بگین. همونطور که می‌دونید همیشه وقتی یک کارزاری ایجاد میشه، حالا چه کارزار خوب و مثبت و خیر و واقعاً امیدبخشی و یا چه کارزار بد و بدخیم و ظالمانه و خلاصه ضربه زننده، خب این مقاومت همه ابعادش، همه بخشهاش، همه فعالینش فعالیت خودشون رو به اوج میرسونن. این یک چیز طبیعی است، حتی در فیزیونومی بدن موجودات روی کره زمین هم هست. وقتی در مقابل یک خطر، در مقابل یک فشار، در مقابل ضربه قرار میگیرن، تمام نیرو و جسم و اعصاب و روان و روحشون و ماهیچه هاشون رو میبندن، محکم میکنن و علیه اون سعی میکنن حالت تدافعی بگیرن و بسیج کنن. اینی که هر وقتی که چنین بلایایی در اثر ظلم و ستم رژیم و دستیارانش میشه، خب همه گروه ها و همه بخش های این مقاومت فعال میشه. این مقاومت یک بخش خاصی نداره که مثلا آدم فکر کنه که بعضی موقع سوء تفاهم میشه، اینگاری که مثلا ما همه میشینیم فقط میگیم خیلی خوب حالا یه دیم حساب کردم و بشینیم ببینیم چی میشه. هر کسی خانم بقاری، هر کی در توان داره و تخصصشه، یا دیپلمات یا حقوقدان یا نویسنده است یا در صحنه بین‌المللی تو سازمان ملل کار میکنه و بشر
همه ابعاد، ابعاد فرهنگی اجتماعی، دیدید که ابعاد فرهنگی هم راه میفته، ترانه میسازن، ویدیو میسازن، و ابعاد اجتماعی هم به موازات و در کنار و در تأیید و در پشتیبانی و در همیایی هم دیگه همه نیروشون رو به اوج میرسونن. یعنی اگر واقعا قدرتشون 10% سعی میکنن این رو 100%، 90%، 80% کنن. این اعتصاب هم بخشی از کار ماست، یکی از بخش های کار ماست که البته بخش خیلی واقعا خوب مؤثری از نظر افکار عمومی جهان و بخش خیلی دردآوری هم هست. خب چه کار کنیم دیگه وقتی در مقابل ظلم و ستم قرار میگیرن ملتی؟ چه کار کنن واقعا؟ توی تاریخ بوده دیگه، توی زمانی که تانکای شوروی اومدن توی پراگ و اون کار فجیع تاریخی رو کردن و مردم بی سلاح و شروع کردن از یه تانک گرفتن و دانشجوهای چکسلواکی اون زمان رو قلقم کردن، خب یونوالاش چه کار میبرد میکرد؟ یونوالاش رفت خودش آتیش زد و بعد از غم و درد و اندوه این که همکلاساش، یارانش، هم پیمانانش همه زیر تانک های استالینیستی له شدن، خب چه کار میباید میکرد؟ و و و در جاهای دیگه و در همه جا، در هند، در انقلابات همه جاهای دنیا مردم باید چه کار کنن؟ هر کی هر کی دستش هست اون کار انجام میده. همین چند روز پیش من خودم سازمان ملل بودم، خب متاسفانه یه صحنه خیلی غم‌انگیزی من دیدم. یک جوان سریلانکایی اومد همون جلوی چشم ما آمد و نگاه میکردیم. خب این لباس کوچه‌براش هم پوشیده بود، اومد بنزین ریخته سر خودش و جلوی سازمان ملل خودش آتش زد و واقعا تا بهش برسن 100% سوخت دیگه. خب چه کار باید کرد واقعا؟ اینه که این اعتصاب غذا هم بخشی هست از یک حرکت اجتماعی، یک حرکتی که میخواد نشون بده که به جهان، به جهان که دیگه واقعا بیغم داره میشه، اینقدر جنایت هر روز اتفاق میفته در جهان که بعضی جنایت های خیلی مخوف اصلا فراموش میشن. شما به خاطر اینکه این جنایتی که بر شما رفته رو چجوری بخوایی در معرض افکار عمومی جهان قرار بدی، رسانه ها قرار بدی، خب باید کاری بکنی، فریاد بزنی، داد بزنی، یکی اعتصاب کنه، یکی راهپیمایی کنه، یکی هم بشینه و اعتصاب قضا کنه. یه چیز طنز تاریخی خانم قوی براتون بگم، همین یانوالاش قهرمان ملی واقعا چکیا که واقعا در ردیف کابل دیگه فاصل کابل، این مجسمش توی چندین جا توی شهر پراگ هست. من بعضی ما میرم زیارت این، واقعا میرم وقتی میرم پراگ برای این کنفرانس های پرمری میرم زیارتش میکنم. خب وقتی که بچه های ما مثلا مثال براتون بزنم، خیلی خوبه که هموطن ها این رو بدونن، این بحث اون برن بحث خانوادگی باز و سخنرانی نمیخوام بکنم. ببینید وقتی که اومدن توی اوبر و حمله کردن و خلاصه میخواستن دار ندار این مقاومت رو بپاشونن، همونطوری که همین الان دنبالشن، چه اونهایی که داخل، چه در منطقه، چه خارج کشوری ها پشت جبهه‌هاشون به رنگ ها و به خلاصه تیپ ها و سایت های مختلف، یعنی یک کاری میخواستن بکنن که سر مثلا جنبش مردم کرد ترکی آوردن که اوجالان رو بودن و بردن، سر تشکیلات میخواستن بزنن که خیلی مهمه، شما اگه سر تشکیلات رو بزنی رو درواشی نداری، اون تشکیلات فرج میکنه. اگه مهاتما گاندی زودتر کشته بودن اصلا هند تشکیلش فرج میکنه. رهبری و زمامدار بسیار مهمه تو تاریخ، تو هم تو تاریخ غرب، شرق، دموکراسی ها و و و و، یعنی بهش میگن نقش زمامدار توی فلسفه تاریخ، میگن نقش زمامدار. وقتی خواستن همون توطئه رو انجام بدن که قبلا هم برای آقای رجوی انجام داده بودن که وقتی که شیراک دم دستگاه سازمان مجاهدین بست چند دهه قبل و مجبور شدن به جوار خاکی بیان برن آقای رجوی، همین برنامه هم داشتن برایش که رو هوا اینا رو بدوزن یا تا سوئیس بدوزن که خب با درایت نسل اسلام رو بخشن. و دژوان هم همین کار کردن دیگه، اومدن و میخواستن خانم رجوی رو بگیرن و یا تحویل بدن یا اینکه مثلا اخراجش کنن، در پروسه اخراج رو هوا هواپیما رو بایی کنن،
خیلی خیلی سناریو کاملا مشخص بود، یه برنامه بود. خب یه ایده از درد رو بگه، یک قطاری داره میاد که داره یک بچه، چند بچه روی ریل قطار بازی میکنن، یک قطاری داره میاد، یکی سی 200 متر دو مرتر میفهمه که این قطار اگه بره این بچه رو میزنه، این بچه رو له میکنه، این چه کار میکنه؟ هر کاری میکنه، سعی میکنه این قطار جلوش رو بگیره. وقتی نشد دیگه در اون لحظه خودش رو فدا میکنه، میپره جلو قطار که لاغل قطار به خاطر اینکه این پریده اونجا رو حالا میزنه بشه میزنتش، نمیدونم چی میشه، اون ترمز کنه که این بچه ها و اون کسا و اون خانواده یا اون کسی که اون دوی اون قطار داره هستن روی ریل اینا کشته نشن. این کارو مثلا توی پاریس کردن، کارا توی جاهای دیگه مثلا کردن، شهدای چند نفر شهید شدن و خودشون سوزوندن. همینو به ما گفتن فلانید، بهمکانید، تروریستید، پس رفتی توی همین خود سرکوزی هم اون موقع بود، رفتی نمیدونم خصوصی کردی اینا جو بفرم فرم. اما من یک بار که توی پراک بودم توی کنفرانس بینالملل که هر سال دعوتم میکنن، داشتم که میومدم داشتم میخوندم که آقای شیراک و دولت شیراک و کمون نمیدونم کجاهای پاریس لیون تقاضا کرده بودن از دولت چکیا که خواهش میکنن اجازه بدید که ما یک مجسمه همان یان پالاش بسازیم که این سمبل مبارزه مردم بوده که خودش سوزنده علیه مثلا استالینیسم ما رو در سوویت یونین، که بعد کمون شهر پراگ رد کرده بود، گفته بود ما نمیداریم کسی این کسی که ما باش تقدس داره برای من مجسمش باید همین تو شهر ما باشه، تو کشور ما باشه. حالا چجوری شد که این میشه یک قهرمان و ملی خودش رو سوزنده که آقای سرکوزی و فلانه که مال دارن دادگاهی میکنن تو پاریس مال میبرن دادگاهی میکنن سازمان ملل که چرا خودشون سوزندن، این جرم این بد این فلانه، اما میره اونجا التماس میکنه اجازه بده شما ما یک کپی از مجسمه ایان پلاش رو بذاریم توی لیون که رد میشه. این یه چیزایی که واقعا بعضی تنظیم اخلاقی فلسفیشون رو بر اساس بخورات تشکیلاتشون انجام میدن و منافعشون، ولی واقعیت اینه که به هر حال یک ملت یک شخص یک خانواده‌ای که اومدن ریختن تو خونه بچه رو دارن میکشن، اون مادر خودش رو دیده جلو تیر جلو کار نمیدونم از پنجره بالکن خودش میده پایین که فریاد بزنه و هوا توجه جلب کنه. این اتصاب هم دردناکه، ما ناراحتیم که چرا چنین جرم و ظلم و جوری میشه در کشور ما، در منطقه ما، در مقاومت ما، چنین جنایتی خامنه ای مثلث خامنه ای و مالکی و بشار اسد انجام میدن، ولی خب این اعتصاب یک واکنش طبیعی هموطنه، ولی این تنها نیست. فکر نکنن ما همه را نشه، ما در همه، شما سوال کرد راجع به دیپلماسی، در همه سطوح از هر مجلسی شما بگیرید تو منطقه، حتی الان آسیا هم هستید، شما در اقیانوسیه نیوزلند همین چند روز پیش دیدی تو استرالیا، نمیدونم در تمام شمال اروپا، شمال آمریکا، شما و ایالات متحده جنوب، در تمام اروپا هر جای خاورمیانه، ما از همه توان دیپلماسیمون در مجالس، در بین شخصیت ها، در مطبوعات صحبت می‌کنیم، برای همین که یک کاردار گسترده و یک همبستگی جهانی درست شده. شما الان ببینید توی آمریکا یک سری دولتن، یک سری دولت سایه هستن، یعنی آدمایی هستن که تا دیروز این می‌خواست رئیس جمهور بشه، مثل گینگریچ، نیوت گینگریچ، مثل مثلا جولیانی، مثل مثلا کسایی که مثلا آقای تولسیلی، اینا همه‌شون کاندیداهای رئیس جمهوری بودن، یعنی سایه، یعنی کسایی که کنگره که دیگه در عالی ترین چی داشتن، کنگره دیگه سایه نیست، دیگه خود کنگره سایه که گفتم برای قوه مجریه آمریکا میگه. تمام اینا الان بطیشان به طوری که اصلا خود روزنامه های آمریکا واشنگتن پست اینا اصلا تعجب کرده بودن که این همه شخصیت تراز اول میاد اونجا جلوی کاخ سفید، کسی که خودش کاندیدا بودی که چند سال پیش بره تو کاخ سفید، اینجا وامیسه به اوباما نهیب میزنه که دیگه مجبور میشه دولت آمریکا رسما، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه که آره این هم یکی از بحثایی که ما داریم با آقای فیز مالکی، وقتی مالکی اومد این هم حتما جزء اجنده ما. خب شما اگه این کار نکنید فرام افرای اگه صدا نکنید تو این دنیا که هر روز جنگ و بدبختی و سونامی و
نمیدونم همین خبرهای این روزا الان دیدید که 80-90% راجع به فیلیپینه، قبلش راجع به میانمار بود، کشتن روهینه ها توی میانمار، نمیدونم قبل از اون نمیدونم جنوب سودان بود، سوریه که دیگه هر روز در سر بوده تحت اخبار. خب شما تو این وانفسای جهانی که جنایت و خونریزی و ظلم و جور مرتب داریم که دیگه اصلا مطبوعات وقتش ندارن به همینا برسن، چاره نداری که تمام نیروی دیپلماتی، سیاسی، حقوقی، ما قسمت حقوقی هم داریم خیلی کار بکنیم که شما دیدید موافقت بزرگی کسب کردیم در امور اجتماعی، فرهنگی و تظاهرات، گرد همایی های بزرگ در پاریس و در جاهای دیگه و اعتصاب و نشست و راهپیمایی و همچنین حساب قدم که بخش ادینه. این چیزی که خب به ما تحمیل میشه، به ملت ایران و به ملت هایی که میجنگن برای آزادیشون تحمیل میشه. یه عده اومدن خارج نمیخوان اینجا دراز بکشن و یادشون بره قبل از میهنشون، یه عده میخوان کار کنن، میخوان بجنگن، میخوان برای اون ملتی که در زنجیر اونجا توی زنجیر فساد و ظلم و جهل و فاشیسم دینی هست میخواد یه کاری بکنه. اون که تو منطقه است در جوار خاک میهنشه میخواد یه کاری بکنه که کرد، چند بار موافقت بزرگ استراتژی کسب کرد، خود رژیم اعلام کرد. سنبری دیدی توی سخنرانیش توی معاون فرمانده سپاه رژیم چی گفت در جوار کاری که مجاهدی علیه رژیم کردن، حتی استراتی زربه هایی کردن، اتم نمیدونم، مرواری کردن، زهرات داشتن. خب شما نمیتونی بشینی خونه راحت، نمیتونی یادت بره غم های مردم، غم های فرزندان مردم، غم های امیر قیزی ها، غم های اونایی که توی ورشو همه کار توی لیبرتی گیر کردن، همه رفتن مبارزه کردن، همهشون خیلیشون شهید شدن توی نمیدونم فلان اردوگاه هیتلر، فلان جا، فلان زندان، فلان، یعنی پر این دنیا بوده و هست و خواهد بود از ظلم. این ملت زنده، یک پناهنده زنده، یک پناهنده که نمیخواد بگه جا خوش کنه، از قبل خون پناهندگی کسایی که کشته شدن اعدام شدن ما اومدیم اینجا پناهندگی کنیم. ولی چرا پناهنده نمیدن به ژاپنی ها؟ چرا پناهنده سیاسی نمیدن به یه آدمی که مثلا از ایتالیا میاد، نروژ میاد، نمیدونم کانادا؟ میدن به کشورهایی که ظلم و ستمه. ظلم و ستم یعنی چی؟ یعنی کشتن، یعنی شکنجه، یعنی تجاوز، یعنی قتل عام زندانیان سیاسی، یعنی کهریزر. خب اینا میشه بعد ما میایم اینجا پناهنده میشیم. خب حالا بیایم اینجا بشینیم، من دارم خودمانی مثل که نشستیم توی خونه کنار بخاری میخوام با هم حرف بزنیم، وقت من بیام اینجا همه چیزم یادم بره و بگم خب من خودم رو نجات دادم، به به من، به من چه مربوط چی میشه؟ پس خون اونا چی میشه که من به خاطرش اینجا اومدم پناهنده شدم؟ این یه چیز دو تا چهار تا است. این به من هم به قول یونانی هم لوگوس داشته، هم پاتوس داشته، هم اتوس داشته، هم واقعا منطق داشته، هم عاطفه هم داشته و هم اخلاق داشته. چون غیر از این یک برآهنده هایی هستن که نمیخوان، ایرانی هایی هستن که خوشبختانه خیلیشون هم دلشون با ایران در خارج اومدن، نمیخوان بی سر صدا، میخوان بجنگن، میخوان ما تنها نیستیم، سریلانکایی ها، نمیدونم فلسطینی ها، همین حالا سیریایی ها که اونای کل جهان دارن راه میرن حساب میکنن، عراقی هم هستن، عراق به قول شما، براو الان که عراقی هم کن، یعنی همه این بخش های از این پناهنده هایی که دل میسوزنن، خودشون رو نماینده اون ملت میدونن، میگن ما از قبل رنج ها اونا آمدیم کار میکنن. من امیدوارم که این فشارهای بین‌المللی که ما شما فکر کنید 90% بلدوزر فشار بین‌المللی و کنگره و حتی تهدید کردن دولت مالکی رو که ممکنه اسلحه هایی که میخواد دیگه نداریم، الان پشت سر این مقاومت و لیبرتی الان یک کنگره آمریکا، کمیسیون های مهم خارجه، دفنس اینا آمدن، ولی بلدوزری که راه بیفته در کار سیاسی و بین‌المللی و همین کاردار هاست که من امیدوارم به ثمر بشینه و این رنج این بچه ها هرچه زودتر کم بشه و این اتصال پایان پیدا کنه.
به امید اون روز آقای خضایی بی صبرانه منتظر اون روز هستیم، باشه. فکر کنم همه همچین آرزویی دارن. اعتصاب غذای هموطنانمون در 7 نقطه از جهان به روز 80 داره نزدیک میشه و بله. واقعا اونا با این اقدام بی‌نظیرشون در جهان دنیا رو واقعا شگفت زده کردن. اما آقای خضایی، همونطور که خودتونم حتما متوجه شدید، برای خیلی ها این پرسش وجود داره که مگه میشه یک نفر 80 روز غذا نخوره و زنده بمونه؟ به نظر من فکر میکنم یک نیروی بالاتر از اون غریزه طبیعی انسانی تو این ماجرا دخیل هست. شما نظرتون چیه در این مورد؟ بله، من هم خدمت شما عرض میکنم که اولا این اعتصاب خوش نیست، اعتصاب تره و برحالی مواد آب میخورن، حتی تره دیگه شما میتونید آب بخورید، شما میتونید چای شیرین بخورید مثلا. خب این یک بخش قضیه است که خب مثل اعتصاب خوش نیست که خب دیگه بدن کامل انجام میبرد. دوم همینطوری که شما به درستی گفتید روحیه است. دوم واقعا روحی است. واقعا شما ببینید که در خیلی جاها هستن، توی من خیلی داستان ها همه خوندیم، کسایی که توی سرهای آفریقا گیر کردن، نمیدونم یه سری مثلا توی جایی مثلا کشتیشون غرق شده، روی تک پاره تخته مثلا رفتن، یه کسی مثلا در یک جزیره گیر کرده هواپیماش سقوط کرده اونجا، یه کسی بودن که چند سال پیش حتی یادتونه توی خیلی سال ها پیش دیده 20-20 سال پیش دیده توی کوههای شیلی هواپیما اونجا افتاد و یده اونجا هواپیما توی هواپیما که نصف شده بود یده نمورده بودن، همونجا روزها زندگی کردن تا اینکه یکیشون رفت و داوطلب شدی که دوتاشون بعد نجات بده کردن. اونجا هم نشون میداد اونا که روحیه داشتن، اینا دیگه تاریخ، اونا که روحیه داشتن و اینا اونا طرف نشون، ولی اونا که روحیه نداشتن، اونا که زود همه شکار میکردن و بریدن اینا، اونا بیچاره زودتر تلف شدن، ولی قیده موندن تا نجات پیدا کردن. هنوز هم هستشون، یه فیلم هم خودشون درست کردن، خیلی جالب. خب این رویه خیلی موثره، خیلی مهمه، خیلی واقعا توان میده به انسانی که میگه من وامیسم سوختن من و وز کم کردن من، رنجی که من به خودم میدم، این یک پیام میده، یک علامت میده، مثل یک چراغ دریایی سوسو میزنه به جهان خفته بین‌المللی که هر روز که پا میشه اینقدر بدبختی و فیت هست که ممکنه بام بگه ای بابا مثلا حالا 52 بر شما مثلا کشته شده یا مثلا 7 تون به بگان کشته شده، بابا نگاه ببینید مثلا سوریه چقدر بودن تو سازمانه ردین آدم های علکی مقامات به ما میگفتن که ما میخندیدیم بهشون، چون مگه میشه آدم صاحب اله میخواد خانم غفاری؟ هر جنبشی صاحب اله، یعنی باید تو خونخواهی کنی، باید بری بجنگی، باید بری همین کاری که گفتم در ابعاد مختلف، باید هر ایرانی وظیفه‌ش، ما مقاومت که خب به هر حال ما کارمونه، هر ایرانی با شرف که هستن خوشبختانه دیدید همراهی کردن و پشتیبانی کردن، هر انسان غیر ایرانی هم که شما میدید که چقدر ما هزار نفر ما جبهه خارجی داریم، سوای مثلا جبهه سیاسیشون، سپاه پارلمانشون، کنگرهشون، دولتشون، پیه دولتشون، خب هستن اینها، دست به دست هم میده و دادخواهی میکنه. دادخواهی تا شما نکنید دادتون به جایی نخواهد رسید. تا شما فریاد نزنید، تا شما چراغی روشن نکنید، سوسو نزنید، نمیدونم یه پرچم بلند نکنید، یه تشکیلاتی را نندازید، خب فراموش میشید. برای که میگن که خب یاد چون سوریه میگن الان 9 میلیون نفر آواره هستن، 2 میلیون شفارش، 7 میلیون در داخل سوریه، بازه میگن بیشتر هم دارن میشه. خب مردم سوریه مقاومت دارن که مقاومت وایساده و فریاد مردمش رو، رنج مردمش رو میگوید که آنها میرسونه. حالش باید کن اگه این نبود، اگه مردم سوریه مقاومتی نداشتن، یه تشکیلات نداشتن، رهبران خوبی نداشتن، چی میشد؟ مثل جاهای دیگه، مثلا همین روهینا، مثلا هزار مثلا مسلمان بنگلادشی بیچاره که زندگی میکنن توی کشور میانمار، از قرنها زندگی میکنن. خب اینا اونوره اومدن، میگن اینا فلان رو باید دارن، بعد از 100 نسل کجا زندگی کردن، 50 نسل. خب ولی ندارن مثلا بیچاره، یک صداشون میرسه بعضی موقع، ولی
تشکیلات ندارن، رهبری ندارن. خیلی های دیری بودن که تو تاریخ ظلم شده، داغون هم شدن، از بین رفتن، قتل عام شدن، کسی هم نفهمیده. یا اگر هم فهمیدن دو تا سه تا مثلا خبر بوده و رفته. خیلی من میتونم چندین مثال براتون توی تاریخ بزنم. تو همین اروپا قوم جورا یه قومی بودن بین سوئیس و فرانسه. این مقاومت چیکار میکنه؟ این ملت با همین کارشون پشت جبهشون کار میکنه. این روحیه باعث میشه که اینا توان پیدا کنه. روحیه توان میده به آدم. اصلا روحیه قدیم میگفتن که روحیه نصف ارتشه. وقتی ارتش کلاسیک گفتن که روحیه و رفاه دو تا لغت بود. من خودم سربازی هستم. ما میگفتن دو تا تیر داره توی ارتش که تو خوب بجنگی نباری. یکی روحیه هست، یکی رفاه. رفاه آره همین ترابری و نمیدونم لوجستیک و غذا به موقع خوردن و نمیدونم لباس گرم دادن و پوتین و اینا بهشون میگم رفاه و رسیدن به مثلا که راحت باشه، جا راحت باشه، نامه بمیشی به پدر مادرت و همسر اینا توی جا به جنگ هستی بچه ها تو عکساشون بگیرن بیا یا مثلا بری مرخصی بری، این بهش میگفتن رفاه. اما میگفتن یکی از پلاها پای اصلش اگه این نباشه آدم روی یه پا نمیتونه وایسه روحی است. این تو ارتش های کلاسیک بوده قبل از ارتش های مثلا حتما کلان ها و غار ها هم بوده تا امروز که دیگه تو ارتش های الان هم همین دارن میگن. این روحیه ای که این بچه ها دارن که تو این اعتصاب تر دوام آوردن. امیدوارم که هر چیز زودتر ما تمام تلاشمون اینه که واقعا قانون قبایی باور کنید. من بهتون گفتم صبح که تا بیدن میشه میگیم من الان چیکار کنم که اعتصاب تمام شه، من الان چیکار کنم که این مثل اون 36 نفر اینا هم آزاد بشن و این بچه ها صبح شد. یعنی 24 ساعت الان همه ما در رنج و ناراحتی و خلاصه فشاریم و در این حال با روحی بالا که باید بجنگیم، نمیتونه ول کنیم. حالا این نباشه اینو ول کنیم، بعد ما یه چیز دیگه باید ول کنیم، بعد باید تشکیلاتمون رو ول کنیم، بعد باید بریم برای مبارزه کم میخوایم بکنیم ول کنیم، هسته های مقاومت رو داخل کشور ول کنیم. خب نمیشه. شما اینا یه چیزی هست همه به هم وصله و ما روی این پایه باید بریم جلو، روحیه و تشکیلات انسجام و پروسه ابزار. بله و خیلی مهم هست صحبتی که شما کردین. بچه های اتاوا الان میدونید که در اعتصاب قضا هستن، امروز روز 74 اعتصاب قضاشون هستن و خودشون میگن همیشه که ما قبل از اعتصاب قضا مثلا وعده قضاییمون نیم ساعت مثلا دیرتر میشد تمام ارگان های بدنمون به صدا در میومد که وقت قضا هست و طاقتمون طاق میشد. ولی واقعا توی این اعتصاب قضا همطور که شما توضیح دادید با توسل به همون روحیه بسیار بالا طاقت میارن و مشکلات رو به جان و دل میخرن. آقای خزایی از حضور دوبارتون در این برنامه و توضیحاتی که دادین صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که واقعا هرچه سریعتر خبر آزادی این هفت گروگان اشرف و پایان اعتصاب قضای هموطنانمون رو بشنویم. روز بخیر. من هم خیلی ممنونم از شما و سهیم میشم در امید شما و آرزوی شما و امیدوارم که هرچه زودتر این پیچ هم رد بشه و ما بتونیم که دوباره با هم بودن و با تمرکز انرژی هامون روی کارهای اصولی و کارهای اصلی دیگرمون این راه رو به پیش ببریم. درود میفرستم به همه واقعا اتفاقندهای اتاوا و دستشون رو از راه دور میبوسم و به امید موفقیت و امید دیدارشان. اونچه که شنیدید خلاصه شده یه گفتگوی رادیو ایراوا با آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک بود. برای شنیدن کامل این مصاحبه و مصاحبه‌های دیگر ایراوا میتونید به وبسایت radioirawa.com مراجعه بفرمایید. بخش فارسی رادیو ایراوا در همین جا اما به پایان میرسه و ازتون بسیار متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بخش انگلیسی ایراوا تا چند لحظه دیگه آغاز خواهد شد. در صورت تمایل با ما همراه باشید. تا هفته آینده پیروز و پاینده باشید.
Good afternoon and welcome to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM in Arawa, CHUO.FM and RadioIrawa.com worldwide. My name is Narges. Today is November 17, 2013 and here is the news. While Tehran claims to be opening up its nuclear program to international inspectors, the National Council of Resistance of Iran, or NCRI, will expose a new secret nuclear site of the clerical regime in a press conference in Paris on Monday, November 18. Specific details of this site, including exact locations, its latest status, organs and companies involved in constructions of the site that have been complied by the resistance sources inside of Iran in the past few months, would be revealed in Monday's press conference. Mehdi Abrishamchi, NCRI's chairman of the Peace and Security Committee, who will conduct the press conference, will also provide the latest information on the Iranian regime's nuclear dossier and its attempts to conceal its nuclear activities prior to the new round of negotiations in Geneva. Throughout the last decade, NCRI has revealed sources of sites and centers involved in the Iranian regime's clandestine nuclear project. These included Natanz and Arak in August of 2002, Kala Electric, February of 2003, Fordu, December 2005, the Center for Command and Control of Nuclear Weaponization in an area known as Mojde, February 2008, and subsequently the new center known as SPND, July of 2011. In July 2013, it also revealed a new site near city of Damavand. The press conference will happen as the ongoing talks of the Iranian regime with the P5+1 nations, the five permanent members of the UN Security Council plus Germany, are scheduled to resume in the next few days. The majority of Jordanian MPs call for the release of seven Camp Ashraf Iranian hostages held by Iraq's Maliki. The Jordanian MPs' demands are immediately secure release of the hostages by government of Iraq, provide for minimum security provision to Camp Liberty and guarantee security of residents until their departure from Iraq, deploying of UN Blue Helmets in Camp Liberty on 24-hour-a-day basis. Camp Liberty became the focus of an international attention when on September 1, 2013, the Iraqi forces raided Camp Ashraf, slaughtered 52 people and kidnapped seven, six of them women. On that day, 1,100 people began a hunger strike to free the seven hostages and get UN protection at Camp Liberty, where they reside right now. As the health of the hunger strikers deteriorates, others are joining the hunger strike at Camp Liberty. Seven other cities around the world also have joined the hunger strike, including Arwa. Today is the 75th day of hunger strike in front of U.S. Embassy here in Arwa. Although the strikers' physical condition is of concern, but their morale is very high. They have vowed to continue till the seven hostages are freed. The U.S. Senate on Friday passed by unanimous consent a resolution calling on the Iranian regime to immediately release all other individuals detained on account of their religious beliefs, including Pastor Saeed Abedini. The resolution said, "The Senate recognizes that the freedom of religious belief and practice is a universal human right and a fundamental freedom of every individual, regardless of race, sex, country, creed, or nationality, and should never be arbitrarily abridged by the government. Recognizes that governments have a responsibility to protect the fundamental rights of their citizens and calls on the government of Iran to immediately release Saeed Abedini and all other individuals detained on account of their religious beliefs." Saeed Abedini is an Iranian-American pastor who had converted to Christianity. He was arrested in 2012 when visiting his family member in Iran. Abedini was sentenced to 8 years imprisonment in 2013. A child died in a game of execution. A 7-year-old Feshuri child from the suburb of Fars province has died in a game by mimicking execution in Iran. According to Feshur website, after the recent execution of two Feshuri citizens in Shiraz Adelabad prison, the curiosity of this innocent child drove him to a deadly game which ended his life. This child was playing and dangling on a rope that was used for drying clothes on the yard, while a toy car was under his feet, which moved and caused choking him. For news and more, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. We'll be right back.
زنجیر باف، دیو زنجیر باف، زنجیرمو بافتی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. صدام میاد جینگ و جینگ ریختنه، زنجیر دست و پام میاد، آره زنجیرای گرون، حلقه به حلقه لا به لا، میریزن از دست و پام، میریزن از دست و پام، زنجیرمو باختی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. به صحرا بذاری کبیر و نمکزار میبینی، در برجا وا میشم، برده دارا رسوا میشم، مردم آزاد میشم، ویرونه ها آباد میشن، زنجیرم و بافتی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی. اسیرا کینه دارن، تفنگا رو بر میدارن، اسیرا کینه دارن، تفنگا رو بر میدارن، اسیرا کینه دارن، تفنگا رو بر میدارن، دیو زنجیر با زنجیرمو بافتی به دستا من داختی، زندون واسم ساختی، باختی باختی منو نشناختی، باختی باختی منو نشناختی، آره باختی باختی منو نشناختی، باختی باختی منو نشناختی. What you heard was دیو زنجیر باف by محمد who is on hunger strike these days in Camp Liberty. I saw his picture for the first time last week and I had a really hard time recognizing him. Due to the hunger strike, he has lost a lot of weight and looked very thin and weak. The Camp Liberty residents are on hunger strike to free 7 of their own in the hands of Maliki, Iraq's prime minister, whose forces attacked Camp Ashraf on September 1, 2013, which they killed 52 people. The 7 hostages, including 6 women, are reported to be on hunger strike as well. I really don't know what's going to happen to the strikers. What I know is that they are determined to free their loved ones, their friends, their comrades, if you will, and their fellow countrymen and women.
Let's hope for the freedom of the 7 Iranian hostages in Iraq. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Please tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. on CHUO 89.1 FM, CHUO.FM or RadioIrava.com. Till next week, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. The last song of the day is by Amir Aram called Nazar Bemiram or Don't Let Me Die. Have a great day. اگه میخوای زنده باشم تو بگو هرچی که میخوای تا مرید و بنده باشم تو اگه میخوای بمیرم اگه میخوای زنده باشم اما تو نظار بمیرم نظار بمیرم نظار بمیرم نظار بمیرم
بمیرم، اگه میخوای زنده باشم. تو بگو هرچی که میخوای تا مرید و بنده باشم. تو اگه بخوای بمیرم، اگه میخوای زنده باشم. اما تو نزار بمیرم، 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 نزار بمیرم.